دسترسی به برق برای فراهم آوری خدمات صحی با کیفیت از تولد نوزادان گرفته تا مدیریت حالات عاجل مانند حملات قلبی یا هم ارائه معافیت نجات دهنده حیات نهایت کلیدی و مهم است. این گزارش تازه مشترک سازمان جهانی صحت، بانک جهانی و اداره بین المللی انرژی قابل تجدید هاکی است که بدون منبع برق رسانی با اعتماد در تمام تأسیسات مراقبت های صحی، پوشش همگانی صحی قابل دسترس نیست. برای تامین انرژی اساسی ترین منبع از تنویر شفاخانه ها گرفته تا تجهیزات ارتباطی، یخچال یا دستگاهایی که علایم حیاتی مانند ضربان قلب و فشار خون را اندازه گیری می کنند و برای روش های معمول و عاجل نهایت مهم است. برق یک بخش مهم و حیاتی در یک مرکز مراقبت صحی بود و برای ارائه خدمات مراقبت های صحی با کیفیت که بخشی از پوشش سلامت همگانی است مهم و حیاتی می باشد. تصور کنید که با یک مرکز صحی بدون برق و بدون شرایط لازمی برای گرم نگه داشتن یک نوزاد می روید. برای اینکه سامان آلات طبی همیشه فعال باشند باید همیشه برق وجود داشته باشد. نهایت اساسی و بنیادی است که ما برق داشته باشیم. با این حال در جنوب آسیا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیش از یک از هر ده مرکز صحی فاقد هر گونه دسترسی به برق است. با وجودی که در سالهای اخیر پیشرفت‌های برای تنبیر و برق‌رسانی تأسیسات صحی انجام شده است، تقریباً 1 میلیارد نفر در سراسر جهان خدمات صحی را از مراکز به دست می‌آورند که برق آنها دوامدار و با اعتماد نیست و یا هم اصلاً برق ندارند. نابرابری در دسترسی به برق میان کشورها بی‌نهایت بزرگ است. مراکز ابتدایی مراقبت‌های صحی و تأسیسات صحی مناطق دورافتاده در مقایسه با مراکز و تأسیسات صحی مناطق شهری به گونه قابل ملاحظه کمتر به انرژی برق دسترسی دارند. بر اساس تحلیل نیازهای بانک جهانی که در این گزارش گنجانده شده، تقریباً 2/3 یا 64% تسهیلات مراقبت‌های صحی در کشورهای با درآمد کم و متوسط به نوع مداخله فوری نیاز دارند. طور مثال، برای اتصال برق جدید یا سیستم برقی کمکی با حدود 4.9 میلیارد دلار آمریکایی به گونه فوری نیاز است تا این سیستم های برق را به حداقل معیارهای برق رسانی ارتقا دهند. بزرگترین پیام که از این گزارش برمی آید این است که هیچ دلیل وجود ندارد تا انتظار بکشیم. سازمان جهانی صحی در مشارکت با اداره بین المللی انرژی تجدیدپذیر، بانک جهانی و سایر سازمان ها مثل انرژی پایدار برای همه این موضوع را واقعاً به عنوان یک مسئله مهم برای تسریع و دسترسی به آنچه می توانیم توسط تنویر تسهیلات صحی در اسرع وقت در نظر می گیریم. راه های غیر متمرکز انرژی پایدار با عنوان مثال استوار بر سیستم های نوری نه تنها مؤثر و پاک است بلکه به سرعت در محل نصب می شود و نیاز برای ورود به شبکه مرکزی ندارد. از جانب دیگر ساختن سیستم های مراقبت صحی مقاوم در برابر تغییر اقلیم به معنای ساختن امکانات و خدمات است که می تواند با چالش های یک اقلیم در حال تغییر مانند رویدادهای شدید اقلیمی مقابله کند و در عین پایداری محیط زیستی را نیز بهبود ببخشد.